با رضا تغی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو همراه میشیم. آقای تغی‌زاده، میبینیم که واکنش کم سابقه رو از سوی نهادهای حکومتی، رسانه‌های حکومتی ابراهیم رئیسی شاهد بودیم در قبال این ماجرا، اما هیچ اطلاعاتی درباره سوابق امنیتی نظامی حسن سعید خدایی منتشر نشده از سوی ایران. در مقابل اطلاعاتی رو میبینیم که از سوی رسانه‌های اسرائیلی و نهادهای امنیتی در اسرائیل داره منتشر میشه. چرا جمهوری اسلامی درباره جایگاه این فرد توضیحی نداده تا به امروز؟ البته امروز این جبران مافاد از نظر جمهوری اسلامی صورت گرفت و بخشی از این اطلاعات از منابع اسرائیلی بود و این نشون میده که چقدر واقعا دست جمهوری اسلامی در امور اطلاعاتی، در امور مقابله با اطلاعاتی های خارجی یا نیروهای اینتلیجنس سرویس بسته است و همه تبلیغی که در این زمینه میکنن تبلیغات پوشالی و توخالی است. اسرائیلی ها در حدود 20 ساله که جنگ با نیروهای جمهوری اسلامی رو به داخل ایران منتقل کردند، تا به حال نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، نیروهای قدس در لبنان، در سوریه و همینطور در آمریکای لاتین و حتی هند علیه نیروهای اسرائیلی، اتباع اسرائیلی، کادرهای دیپلماتیک اسرائیلی ها توطئه میکردند که اکثر این توطئه ها به نتیجه نرسیده بود. ولی از 20 سال پیش این مبارزه به داخل ایران منتقل شده و همه ضرباتی که اسرائیلی ها علیه مامورین جمهوری اسلامی، تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی وارد کردن به هدف خورده و حتی یک جای پا هم از اون باقی نمونده، که این نشون میده واقعا چقدر از این لحاظ جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که این امور رو هدایت میکنه فقیر و عقب مانده است. و منطقه که این اتفاق در اون افتاد جایی واقع شده که بسیاری از چهره‌های حکومتی گویا در اونجا زندگی می‌کنن. این مسئله در واقع چی به ما میگه از توان نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پایتخت؟ این نشون میده در فاصله نه چندان دور از زمانی که آقای فخری‌زاده در نزدیکی تهران ترور شد و یک ترور عملیات بسیار پیشرفته اطلاعاتی بود، طوری که جمهوری اسلامی به اون اعتراف کرد، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی اون رو یک کار قشنگ توصیف کرد و این تنها کاری بود که از اونا ساخته بود. ولی حالا میبینیم که بعد از عملیاتی که در ترقوزآباد صورت گرفت، یک عملیات پیچیده دیگه در روز روشن، همونطور که شما گفتید، در محل مسکونی فرماندهان سپاه صورت میگیره و اینها پیام داره. پیام این است که ما به تحرکات شما اشراف داریم، ما در داخل تأسیسات شما نفرات داریم، تیم داریم و هر کجا تصمیم گرفتیم میتونیم این ضربه ها رو وارد بکنیم. ولی آقای رئیسی از انتقام صحبت میکنه، فرماندهان سپاه از برگشتن به وضعیتی که تا به حال واقعا هیچ کدام از اون چی که گفته شده رو بهش عمل نکردن. اینکه انتقام ما حتمی، این انتقام رو از چه کسانی خواهند گرفت؟ این نشون میده که در شرایطی که جمهوری اسلامی آماده دور تازه‌ای از مذاکرات اتمی در وین میشه و گفته میشه که این توافق صورت گرفته، حالا ضربه تازه‌ای رو از اسرائیلی‌ها دریافت کرده. در حقیقت پیام دیگر این ترور در تهران این است که اگر جمهوری اسلامی بخشی از ظرفیت اتمی خودش رو در مذاکرات وین به خاطر گرفتن پول بیشتر تحویل بده، در حقیقت گنجش که روی هوا رو باخته. اگر آمریکایی‌ها اقدام نمی‌کنن، اسرائیلی‌ها در مورد انهدام تأسیسات اتمی ایران که مشغول ساختن بمب اتمی در اون هستن جدی هستن. و نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، گفته که این اقدام عبور از خط قرمز آمران و عاملانش هزینه سنگینی پرداخت خواهند کرد. جدا از تهدید، منظور از خط قرمز چیه اینجا؟ واقعا خط قرمز مسخره است که در طول شاید 17 سال گذشته از زمانی که ترور کردن کارکنان برنامه‌های اتمی آغاز شد وجود داشته و هنوز ادامه داره. این خط قرمز کجاست؟ در ترقوزآباد، در نطنز، در جاهایی که مامورین امنیتی اسرائیل با دست باز گاوصندوق‌های بزرگ رو باز کردن و تن‌ها اسناد اتمی جمهوری اسلامی رو بردن و زیر زمین این تأسیسات مورد حمله قرار دادن. واقعا اسپردن از این خط قرمزها یاوه است و به همون یاوگی که حرف آقای رئیسی است، او میگه انتقام ما حتمی است. از اسرائیلی ها این انتقام رو نمیگیرن، ولی از معلمین و از کارکنان دولت و از معترضین به گرانی قیمت نان به راحتی میتونن انتقام بگیرن. سپاسگزارم از توضیحات و همراهی شما. رضا تغی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو، اسکاتلند.